به نام خدا، سلام. خب رسیدیم به یه بحث خیلی جالب و باحال، حل مسئله هایی که observable نیستن. حالا بگیم مثلا بگیم partially observable. یا مسئله هایی که قابل در واقع observation چی میشه؟ قابل، نمیدونم فارسی باید چی بگم، مشاهده پذیر نیستن، اینجوری باید بگیم شاید، یا با مشاهده پذیری جزئی. لطفا این چیزایی که من حالا میگم و خیلیشو فارسیشو ممکنه کامل ندونم، خودتون سرچ بزنم و سعی میکنم بگم، ولی حالا اون چیزی که در کتاب های فارسی هست و من دقیقا نمیدونم، ولی فکر کنم میشه مشاهده پذیر جزئی. لطفا خودتون یه نگاهی بندازید دیگه، چون من واقعا کتاب فارسی نخوندم تو این حداقل تو این زمین تو این راسل نمیدونم چی میگن، ولی دیگه حالا اگه توی کنکور یا جای دیگه لازمتون شد حداقل فارسیشو بلد باشید. خب سیستم های مشاهده پذیر جزئی، رسیدیم به اینجا. آقا این قضیه مشاهده پذیر جزئی یا جایی که مشاهده پذیر نیستن چیه؟ ببینید یک دسته مسائلی وجود داره که بهشون میگن مسائل سنسورلس. حالا بعضی وقتی بهش کانفورمنت هم میگن، یعنی مسئله هایی که اون ایجنتی که شما تو محیط بدش کردی اصلا سنسوری نداره. مثلا فرض کنید توی این وکیوم کلینره، فرض کنید نه میدونه کجاست جارو برقیه و نه میدونه آیا زمین کثیفه یا تمیز. آیا همچین مسئله رو میشه حل کرد یا نه؟ اگر من یک ایجنت داشته باشم که هیچ سنسوری نداره، من میتونم مسئله رو حل کنم. شاید اولش که دارم فکر کنم میگه ولمون کن، ایسکامو کردیم، اگه وقتی سنسور نداری چجوری میخوای مسئله رو حل کنی؟ ولی جالب اینجاست که نه، خیلی، حالا اگر نگیم خیلی از مواقع، بعضی از مواقع مسائل رو حتی بدون هیچ سنسوری هم میشه حل کرد. مثال میگم، بذارید بریم به این قضیه وکیوم کلینری که اینجا داشتیم، شکلش رو بیارم براتون. این شخصیت به این مجموعه کل استیت هایی که میتونیم داشته باشیم 8 تاست دیگه. حالا فرض کنید ما اصلا از هر استیتی بخوایم شروع کنیم، اگر همچین برنامه رو جارو برقی اجرا کنیم ببینید چی میشه. بگیم عمل ساکشن رو انجام، برو راست، اول برو راست عمل ساکشن رو انجام بده، بعد بیا چپ عمل ساکشن رو انجام بده. به نظرتون آیا این هر جایی رو باشه به تمیزی نمیرسونه؟ من فهم میکنم میرسونه. ببین اگه تو استیت یک باشید، شما میرید راست تمیز میکنید، میرید چپ تمیز میکنید و تمیز میشه. اینجا میری راست، خب همینجا تمیز میکنی، میری چپ تمیز میکنی و اوکی. بازم اینجا میری راست تمیز میکنی، چیزی نیست، میری چپ تمیز میکنی، همینجا تمیز میشه. میری راست، خب همینجا تمیز میکنی، میری چپ تمیز میکنی. پس ببین این چهار تا چیز پشت سر هم، برو راست تمیز کن، بیا چپ تمیز کن. این چهار تا رو شما از هر استیتی توی این در واقع سیستم انجام بدید، شما رو به یک حالتی میرسونه که همه چیز تمیزه. پس انگار که خیلی هم غیر ممکن نیست، در بعضی از مسائل حتی بدون سنسور همیشه یک برنامه بسیار مدمن و متقن داد که شما رو به هدفی که میخواد برسونه. حالا جنرالی چجوری اینجور مسائل رو اصلا میتونیم مدل کنیم؟ ببینید مسائلی که در واقع بگیم سنسورلس هستن یا ابزرویبل نیستن، شما باید یک چیزی درست کنید بهش میگن بلیف استیت نتورک، یا حالا بهش بگیم بلیف استیت سپیس، همچین چیزی دارن که این میشه فضای حالت. حالا بلیف و فارسی آخه نه همیشه باید بهش بگیم، بگیم چون بلیف نتورک فکر کنم میگن شبکه اعتقادی، نمیدونم یه ذره عجیبه. حالا بلیف دیگه، من نمیدونم فارسیشو واقعا نمیدونم ترم چی باید بگم. ببین کل قضیه چیه، میگه آقا من فرض کنید توی حالت اول تو همین مسئله جاروبرقیونو فرض کنید، من به عنوان یک ایجنت اول کارم میام تو ذهنم حساب میکنم من تو چه حالت هایی امکان داره باشم. خب بدیهیه تو هر کدوم از اون 8 حالت میتونم باشم دیگه، یعنی
من کوچولو هم بکشن، یه عادت اینه که این اینجا باشه، کثیف باشه، کثیف باشه، این اینجا باشه، جاروبرقی کثیف باشه، کثیف باشه، جاروبرقی بازم اینجا باشه، فقط این ور کثیف باشه، جاروبرقی اینجا باشه، فقط این ور کثیف باشه، جاروبرقی اینجا باشه، فقط این ور کثیف باشه، جاروبرقی اینجا باشه، فقط این ور کثیف باشه، و جاروبرقی اینجا باشه تمیز باشه، جاروبرقی اینجا باشه تمیز باشه. این مجموعه تمام حالتهایی که من میتونم داشته باشم، به این میگم یک بلیف استیت. اینیشیال بلیف استیت من تو این مسئله اینه، یعنی من بالاخره توی یکی از این هشتا هم، میگم من نمیدونم کجام توی یکی از این هشتا. حالا به نظر شما این رسم شده این استیت یک مثلا، اگر من بیام اکشن رایت رو انجام بدم، بگم برو به راست، ممکن تو چه استیت هایی باشم؟ خب بدیهیه دیگه، ممکنه توی حالتی باشم که اینجوری باشه، توی حالتی باشم که در واقع اینجوری بشه، توی حالتی بیام که اینجوری بشه، و توی حالتی بیام که جفت تمیز و اینجوری باشه. این هم میشه حالت دوم. قبول دارید؟ پس من اگر یه اکشن رایت انجام بدم، انگار نصف استیت هام رو اصطلاحاً پرون میکنم، بهش میگم پرون کردن یا هرس. فارسی هم اینجوری نوشته میشه، حواستون باشه، نه با هی دو چشم، نه با صابون. همینطور اگر بیام بگم بیا چپ، ببینید دوباره من بلیف استیتی که دارم مختصرتر خواهد شد، یعنی میگم آقا دوباره یا جفت کثیف اینجا، یا یه طرف کثیف اینجا، یا این ور کثیف اینجا، یا جفت تمیز اینجا. ببینید انگار من واقعا دارم توی اینجا حرکت هایی انجام میدم، انگار دارم بعضی وقتا هی فضای حالتم رو فیلتر فیلتر و فیلتر تر میکنم. حالا بدیهی اینجا مثلا بیام عمل اگر در واقع ساک رو انجام بدم، هم حتما به استیت هایی میرسم که یا یه دونه خونه توشون کثیفه یا جفت تمیزه، یعنی دوتای بالایی حذف میشن، این اینو این تو این بالایی تو این استیت پایینی حذف میشن، این 6 تا داره. بعد دوباره اگه همین رو مثلا اینجا اگه یه ساک انجام بدم، خب این حذف میشه، یکی از این استیت ها حذف میشه، یا ممکنه تو این باشم یا تو این باشم یا تو این باشم دیگه. یعنی اگر یک ساکشن رو انجام بدم باز هم همینطوری، البته باشه دو تاش حذف میشه، توی اینجا دو تا حذف میشه، توی اینجا دو تا حذف میشه، یعنی این هم دیگه امکان نداره باشه، یعنی میرسم به دو تا، یعنی اینجا رو بکشیم همچین حالتی میشه، یا اینجا هم، یا هر دو تمیز اینجا هم. میبینید؟ حالا بذارید تصویر این تو کتاب هست، من براتون نشون بدم. کوشی بله درست و آره دیگه، البته باشه توی توی این من اینجا اشتباه کردم، توی این وقتی ساک رو انجام بدم اینو این حذف میشه، اینو اینم حذف میشن دیگه، چون یه بار ساکشن رو انجام بدم قطعا فقط یه خونه خالی باشه، یه خونه کثیف باشه که اون جایی که توش نیستم، یعنی 4 تا میشه. حالا در نهایت در اصل اگر همچین چیزی رو من بیام بکشم، به یه همچین استیت اسپیس گرافی میرسم که در واقع یک بلیف استیت گراف هست، که میبینید هم مختصرتر و مختصرتر میشه تا جایی که ما به بلیف استیت هایی میرسیم، این دوتا که گولمون هستن. یعنی من اگه از اینجا شروع کنم یه DFS ساده بزنم، بیام اینجا مثلا، بیام اینجا، بیام اینجا، بیام اینجا، بیام اینجا، حتما به مسیر میرسم. یا اگه BFS بزنم کوتاه ترین رو بخوام پیدا کنم، همون قضیه که بهتون گفتم، مثلا میتونم بگیم رایت ساک لفت ساک، یا لفت ساک رایت ساک، بریم مثلا این طول 4، مثلا از اینجا بیام بذاره طولانی تر میشه دیگه، میشه 1 مثلا 2 3 4 5 تا یه دونه اضافه است. ببینید پس توی همچین بلیف استیتی با اینکه من هیچ سنسوری ندارم، میتونم یک سری پلان به شما بدم
که از جنس کانتیجنسی پلان هم نیستن، یک پلان واقعا دیترمینیستیک و دقیق بهتون بدم که اگر این پلان رو اجرا کنید حتما به پاسخ برسید. هر استیتی هم میخوای باشی باش، یعنی شما تو هر استیتی منو بذاری، من اگر مثلا بیام بگم در واقع لفت ساک مثلا دوباره رایت مثلا ساک، من به جواب میرسم. تو هر جایی میخوای باشی باش. پس ببینید ما تونستیم مثلا رو هر کنیم و اینجوری نیست که اگر در یک جایی ما سنسور نداشته باشیم، مثلا با یک مسئله سنسورلس یا کانفورمنت پرابلم طرف باشیم، دست و بالمون بسته باشه. بعضی جا خجر میتونیم قضیه رو جمع کنیم و حل کنیم. حالا توی کتاب یه مثال خوبی هم زده، میگه خیلی وقتا شما دکتر میرید دیگه، عادت دکتر اینجوریه دیگه، میری اصلا نه معاینه درسته چیزی میکنه، میگه حالا برو آنتی بیوتیک بخور، یه قرص سرماخوردگی قرصشو بخور، یه هفته بعد بیا، اگه خوب شدی خودت که خوب شدی، نشدی دوباره مثلا یه آزمایش خون مینویسه، آزمایش خونه رو میری میدی، بعد مثلا احتمالاً ویتامین دی همه ایرانی هم که پایینه، مثلا میگه نه ویتامین دی کمه، این قرص ویتامین دی رو هم بزن، دوباره برو یه هفته دیگه بیا. همینجوری شما رو یه هفته معطل میکنه بدون اینکه واقعا ابزرویشن و معاینه درستابی روتون انجام بده و آخر سر هم شما خوب میشی، چون خیلی وقت مثلا آنتی بیوتیک مثلا یه عفونتی بوده که کشته. حالا یعنی میگم خیلی وقت واقعا توی دنیای واقعی هم اینجور مسئله وجود داره و شما ممکنه با یک بدون استفاده از حتی سنسور بتونید خودتون رو به جواب نهایی برسونید. حالا ببینید اینجا یه سری بحث‌های دیگه هم هست، مثل حالتی که شما هم سنسور ندارید و هم دیترمینیستیک نیستید. یعنی ببینید اینجا یک شکلیه که من فقط سنسور ندارم و عمل رایت رو انجام دادم، اومدم این ورم اینجا یه سنسور ندارم، ولی اینجا حالتیه که مثلا ممکنه سلیپری باشه، مثلا سلیپری یعنی سور بخوره، مثلا جاربرقی خرابه، شما بهش میگی برو رایت، یا میره یا نمیره. عشقی کار میکنه، ممکنه بره ممکنه نره. توی این حالتی که جاربرقی عشقی کار میکنه، میبینید که اصلا استیت اسپیس شما عوض این که پرون بشه، یه ذره اون در واقع بلیف استیته که توش چند تا استیت داره اصلا گنده تر هم میشه. این هم بازم میشه مدل کرد، بازم تو اینجا میشه با استفاده از اند و اور هم آن ترمینستیک بودن رو میشه گفتم غیر قطعی بودن رو مدل کرد. همین تو کتاب هست، ولی میدونم که چون شما خسته میشید و حال و حوصله‌اش هم ندارید و خیلی هم به در دنیا آخرتتون نمیخوره این قسمت، من دیگه ازش میگذرم. فقط شما بدونید که مسائلی رو که حتی observable نباشند و دیترمینستیک هم نباشند رو هم باز هم میشه حل کرد. حالا تو کتاب هم شما حتما خودتون یه نگاهی بندازید و این به این معنی نیستش که اگر قرار باشه امتحان بگیرید توی امتحان نمیاد و میتونید خودتون بخونید. فقط یه نکته که وجود داره، ببینید توی این بلیف در واقع استیت اسپیسه، اولین مشکلی که برای شما پیش میاد که شما رو در واقع فلج میکنه از این که بتونید مسئله رو درست و حسابی حل کنید، اینه که شما با یک مسئله مواجه میشید به نام استیت اسپیس اکسپلوژن. اکسپلوژن یا انفجار فضای حالت. یعنی چی؟ ببینید اگر مسئله شما این در واقع استیت داشته باشه، مثلا توی وکیوم کلینر دیدید 8 تا استیت مختلف داشت، معمولا شما ممکنه از اوردر 2 به قوه این در واقع بلیف استیت داشته باشید. چرا؟ چون تو هر جا شما میتونید یک زیر مجموعی از اون رو بردارید. الان مثلا اینجا هم ببینید تو کتاب میبینید خیلی زیاده. حالا درسته سرویس دوپلیکیشن ها هم پیش میاد، مثلا اینجا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 تا در واقع شما بلیف استیت دارید و این باعث میشه که فوری شما دچار انفجار فضاحالت بشید. حالا من دیدم که یه سری عدد هم داشت کتاب، آره مثلا نگاه کنید میگه برای یک وکیوم کلینر 10 در 10 خونه، یعنی 100 خونه ای، شما 100 ضرب در 10 به قوه 100 تا فیزیکال استیت دارید، یعنی 10 به قوه 32 حدودا. و ببینید که چقدر طولانیه و ریپرزنت کردن اینها
واقعا کار سختی. البته یک دسته مسائلی معمولا توی مدل چکینگ وجود داره که بهش میگن استیت سپیس سرچ، که یک سری مسئله برای ریپرزنت کردن استیت ها به صورت بسیار فشرده و بیتی وجود داره تو اونجا. حالا تکنیک های خیلی مختلفی هست، بعضی ها مثلا بیتی کار میکنن، بعضی ها میان نات مثلا یه چیزی رو نگه میدن، میگن آقا این فضایلات خیلی گنده است، مثلا توش 1000 تا است، مثلا از 1000 تا 990 تا توشه، میگم نات این 10 تا، اینجور کارا. ولی یه سری بالاخره تکنیک هایی برای چونه زدن و تکنیک هایی برای حریف این فضای حالت ها شدن هم وجود داره که حالا شما اگر در نظر بگیرید، یه ذره بهش برسید و بخونید، ببینید که چیزای باحالی وجود داره توی این. حالا من دیگه کلا نمیخوام خیلی در واقع این مسئله رو کش بدم براتون، چون میگم به نظرم کلیاتش رو دیگه الان دارید، شما هم بنده و هم شما میدونیم که چجوری با عدم قطعیت میشه رفتار کرد، با اند اور در واقع تری ها، چجوری با سنسورلس ها و پارشالی ابزرویبل پرابلم ها میشه در واقع مقابله کرد، گفتیم بلیف استیت در واقع گراف میکشیم براشون و تو اون میتونیم جستجو کنیم و مسیری پیدا کنیم به گولی که داریم، به شرطی که دچار استیت اسپیس اکسپلوژن نشیم. و گفتیم حتی ترکیبی هم میشه، یعنی میشه بلیف استیت در واقع گراف رو با اند اور تری ترکیب کرد و یه حالت اند اور و بلیف استیت رو با هم ادغام کرد و مسائلی رو حرکت که هم ابزرویبل نیستن و هم دیترمینستیک نیستن. خب دیگه من خیلی نمیخوام ازتون کنم، چون میدونم که این قسمت های ذره خسته کننده است و معمولا تو کلاس هم خسته میشن. من سعی کردم اون قسمت های مهم رو با هم بریم جلو و فکر میکنم که اندازه که جا بیفته براتون توضیح دادم. لطفا قسمت های دیگر رو از کتاب خودتون بخونید تا چیزی رو از دست ندید. من فعلا باهاتون خدافظی میکنم تا فکر کنم بریم سراغ آنلاین سرچ دفعه بعد، اگر درست حد زده باشم، اگرم نه که حالا ببینیم چی میشه. فعلا خدا نگهدار تا جلسه بعدی.